آمین میگیم و دریافت میکنیم آماده میشیم از خداوند بشنویم از من نمیشنوید از خداوند میشنوید گوشهای ما به خداونده من فقط سخنگو هم. این کلام برای منم هست منم باید اطاعت کنم منم باید با خداوند همسو بشم پس خوشا به حال کسی که میشنود و اجازه میده که خداوند صحبت بکنه اجازه میده خداوند زندگی تو عوض کنه اجازه بله خداوند ما زورگو نیست خداوند میخواد امروز زندگیتو تو عوض کنه اگر تو بخوای اگر تو اجازه بدی مسیح میگه هر که تشنه است نزد من بیاد ما الان یک سری پیغاما رو شروع کردیم چند هفته پیش ما گفتیم که امسال سال نوره میگه کجا نور این همه تو ایران این همه خبرای بد هستش اتفاقا چون, هست. چون تاریکی هست چون تاریکی ها بیشتر میشه اتفاقا اون موقع است که بعد سال نور باشه اون موقع است که ما باید بدرخشیم اون موقع است که هر چقدر تاریکتر باشه نور بیشتر دیده میشه امسال سال نوره هدف اینه اول این که ما این نور رو منبع نور رو که خود خداست خدای پاکی خدای راستی خدای قدرت خدا رو بشناسیم نور رو بشناسیم دوم اینا پیغامه هفته قبل منه دوم اینه که این نور اول در قلب ما بتابه در درون ما بتابه ما رو از درون عوض کنه و بعد سوم این نور از طریق ما بتابه خدا من این رو میخواد امروز راجع به اینکه شما نور عالم هستید صحبت میکنم این پیغام در اقت سوم از اون سری پیغام هایی که دارم میارم و نوری که خدا صحبت میکنه فقط یه مرور صریح نور نشانه حیات شماره یک نشانه زندگیه در یوحنا یک میگه او نور و حیات عالمیان بود نور نشانه راستیه پاکیه دروغی نیست خاکستری نداریم در نور یا سفیده یا سیاهه و نور سفیده و ما مسیح ما در یوحنا 95 میگه تا زمانی که در جهان هستم میگه نور عالم هستم و بود و هست ولی بعد که به آسمان رفت و به شاگردانش گفت گفتش چی؟ گفت شما حالا نور عالم هستید. شما نور عالم هستید. شهری که بر کوهی بنا شود نتوان پنهان کرد. شما نور عالم هستید یعنی خب, خب تو کجایی؟ مسی میگه که خب آره من نور عالمم. خب مسی تو نور عالمی یا من نور عالمم؟ مسی میگه بله. یعنی چی؟ بله مسیح نور عالمه ولی مسیح با ما بود ولی الان مسیح به وسیله روح القدس در ماست امید. وقتی میگه رفتم حالا روح القدس رو میدم حالا خود من که نورم به فرم روح خدا در شما قرار میگیرم که شما هم نور باشید یادتون نره کی هستید و باید چه کار بکنید نور دنیا به نور احتیاج داره و بعد میگه شهری که بر کوهی بنا شود نتوان پنهان کرد یعنی این نور ما رو میگه که شما نباید پنهان کنید بعد اتفاقا خیلی هم باید به چشم بخورید باید در کو باشید ما در ایمان در خدمت هفت ما استراتژی داریم برنامه داریم ما همینطوری بعضی رو نمیام اینطوری بگیم حالا هر یه برنامه بگذاریم یه نقشه داریم یه طرحی داریم نقترمون هم از خداوند گرفتیم برای تبدیل ایران ما میدونیم چه کار کنیم ما میدونیم چون خدا به ما نشون داده ما طرح و نقشه داریم در خدمت هفت ما بی هدف کار نمی کنیم حالا امروز این کارو بکنیم امروز اون کار نه یه طرحیه که خداوند خودش در کلامش داده ما گرفتیم و اونونه که کوها و دروازه های دشمن رو در ایران به وسیله نور خدا ما تصاحب کنیم و اونها رو اسمش رو کوهها میگذارن میگه این نور بعد در کوه باشه ما راجبه هفت کوه صحبت میکنیم اونایی که درسای های منو گرفتید میدونید چه حوزه های مختلفی رو کوه در کوه مختلف جایی که باید یک میخوای یک فرهنگ رو عوض کنی باید این حوزه های یک فرهنگ رو عوض کنی و اینجا هم اونو داره اشاره میکنه میگه شما باید در این کوه ها باید نور باشید شما باید بالا باشید نه پایین نه به خاطر شما من شما رو بلند میکنم تا در این جامعه ایران شما باید نور افشانی کنید و باید دیده بشید باید بالا باشید نه به خاطر خودتون بگید ما رو ببینید به خاطر من که بگید مسیح رو ببینید شما نماینده من هستید مسیح میگه من شما منو باید در شما ببینن افتخار و جلال مال منه ولی ما باید دیده بشیم نه ما مسیح در ما پولس همینه میگه نه من مسیح در من این معموریتی که خداوند به فرزندانش داده همینه نه من مسیح در من باید دیده بشه اینجا میگه شما نور عالمید باید قرار بگیرید و نمیتوان پنهان کرد هستید یادم دخ... عزیزی تماس کرده بودی خانمی چند وقت پیش باش با صحبت میکردم گفتم خب خانم شما چجوری ایمان آوردی؟ گفتش که من از طریق پسر چهارده سالم گفتم پسر چارده سالت بهت بشارت دادی ایمان آوردی راجع مسیح گفت گفت نه اه؟ پس چجوری ایمان آوردی به تو بشارت نداد ببینم چی شد گفت چی ما یه خانواده معمولی بودیم خب من دو... یه پسر دارم یه دختر بعد خانوادهمون همش دنجنگ و دعوا من و همسرم با بچه ها اصلا آرامش نبود همش با هم تنش بود جنگ و دعوا بود هممون هم خسته بودیم بعد یه مدتی دیدم که این پسرم آروم شده اه چی شدهش تو دعواهای خانوادگی دیگه شرکت نمیکنه به خواهرش فش دیگه نمیده کتککاری با خواهرش نمیکنه آروم شده بعد دیدم کم کم اه دیدم اتاقش همیشه به هم ریخته بود هم چی نظمی داره چی شد پسر من بعد دیدم که درس خون شده نشسته درس میخون نمراش رفته بالا چی شده بعد تازه بعد دیدم اومده تو آشپزخونه کمک منم میکنه ظرف میشوره میگه ماما من بذار من جارو برقی رو بکشم این پسرم دیوونه شده به پسرم گفتم تو اصلا دیگه اون آر... چیز دعوا نداری عصبانیت رو نداری قبلا به ما بی احترامی میکردی به من و بابات بی احترامی کردی دیگه بی احترامی نمی کنی چی شده مریضی ببریم پیش روانشناس اصلا فرق میکنی بعد اون گفت, گفت نه چیزی نیست من آرومم دیگه مسئله ای نیست نمی گفت تا اینکه یه روز که پسرم مدرسه بود رفتم اتاقش رو یه سردستی بگشم نزدیک ایتیه خونه تکونی کنم همینطوری همه چیزا هم می‌زدم عوض میکردم و بعد دیدم او ها زیر دوشکش میدونی چی پیدا کردم دوشکش رو ارداشتم که لایهش لایش رو عوض کنم دیدم زیر دوشکش یه چیزی قایم کرده در آوردم دیدم کتاب مقدسه ها داری پنهانی کتاب مقدس میخونی ها پسرم که از مدرسه اومد بهش گفتم این کتاب چیه تو زیر تخت زیر دوشکت کتاب مقدس پیدا کردم پسرم خیلی خو... نروس شد عصبی شد گفت مامان جا ببخشید من آره مال منه من چیز کردم خب بگو چیه این از کجا اومده چه جوریه گفت مامان من نمیترسم بهتون بگم عصبانی میشید منو میزنید بیرونم میکنید نه بگو ما اتفاقا خوشحالیم از این تغییراتی که تو زندگی تو پیش اومده بگو نترس پسرم بگو گفت من مسیحی شدم چجوری مسیحی شدی؟ کتاب از کجا آوردی؟ گفت یه شب که شما نبودید من شبکه هفت رو باز کردم اونجا پیغام رو شنیدم و مسیح رو به قلبم دعوت کردم اصلا از درون آرامش اومد از درون عوض شدم و بعد گفتم برای من کتاب بدن کتاب دادن پنهانی و دارم شرشب یک قسمتیشو میخونم منو ببخش بابا ج... مامان جون ببخشید من ب... به شما اطلاع ندادم ما... منو لطفا نزنید میدونم شما مسلمونید میدونم منو کافر میدونید لطفا لطفا این کارو نکنید گفتم به پسرم گفتم نه بابا با با. نه 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 من کتک نمیزنیم این چی خوبه تو از کجا شنیدی گفت بیا برام کانال هفت رو باز کرد شبکه هفت گفت بیا اینا من اینجا نشستم گفت ما هم میخوایم عوض شیم و گفت اونجا بود که شبکه رو نگاه کردیم با پیغام نجات مسیح آشنا شدیم و این پیغام همونطور که پسرمو عوض کرد من عوض کرد این پسر بدون اینکه صحبت بکنه نور بود شما چطور شما چطور من چطور اولین چیزی که مسیح میگه نور باید بدرخشه نور حرف نمیزنه نور ادعا نمیکنه گرچه ما باید با احترام کلام خدا میگه همیشه با احترام همیشه با فروتنی با دیگران صحبت کنید توهین نکنید این راه ماست ما هیچ وقت به کسی توهین نمیکنیم ولی میگه که باید اون دلیل ای ایمان خودت رو آماده باشی که بگی باید نور افشانی کنی و بعد پشتش اگر لازم شد حرف هم بزن توضیح هم بده بعد با هم بیاد خیلی ها هستیم که حرف میزنیم مسیح نجات دهنده است مسیح آرامش خودمون آرامش نداریم مسیح آزاد میکنه خودمون در بندیم در بند خش در بند تلخی مسیح منو بخشیده بعد خودت از دست دیگران تلخی داری نمیبخشی دروغه مردم قاطی میکنن تو چی میگی حرفت با عملت فرق میکنه میگه مسیح منو بخشیده قدرت آرامش داده میبخشه بعد نبخشیدی بعد غیبت میکنی عمل نور ما باید بدرخشه و زبان ما باید دلیل این نور رو زبان ما باید اعلام بکنه چراغی را نمی تا آن را زیر پیمانه نهند بلکه تا بر چراغدان گذارند آنگاه به همه کسانی که در خانه می باشند روشنایی می بخشن. ما هم نباید پنهان کنیم نورمون رو نباید پنهان کنیم نور چیه؟ اون پاکی ماست رفتار ماست محبت ماست رفت اون صحبت های شیرین ماست با احترام ماست میگه اینو باید بگر. بگذار بگذار از تو بیاد بیرون مسیحیت تو پنهان نکن بعضی میگه خب بگه من بگم مثلا برم مامان بابا مثلا به تو سر کار من مسیحی شدم نه اینو نمیگه تو مسیحی بار تو نورفشانی کن وقتی که نورفشانی میکنی خودشون میگن چیه اون موقع بگو اون موقع بگو یادم یه استاد دانشگاه مال چند سال پیشه استاد دانشگاه تهران تماس گرفته بود بعد میگفت من برنامه شما رو دیدم خیلی معقولانه خیلی منطقی و بعد مطالعه کردم و من به عیسی مسیح ایمان آوردم و ولی نمیتونستم بگم گفت من اصلا تو سر کار میترسیدم بگم میرفتم سر کار استاد دانشگاه گاهی با بقیه استادا میشستیم یا موقع ناهار بود و شروع کردن به من گفتن آقای فلانی شما عوض شدی هان گفتم مثلا چی عوض شدم گفت میگفتن قبلا خیلی عصبانی بودی الان آرومی قبلا تو این دستبندی ها و سیاست بازی های تو دانشگاه دخالت داشتی شرکت میکردی دستبندی یکی رو بکوبی یکی بلند کنی با یکی دوست الان کنار کشیدی همه هم داری محبت میکنی فرقی نمی اصلا عوض شدی آیا آیا مسیحی شدی؟ گفت من استادش گفت انقدر ترسیدم گفتم نه 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 من مسیحی نشدم من نه من مسیحی نشدم چرا میگین مسیحی شدم بعد گفت رفتم خونه خیلی غمگین گفتم خداوند من تو منو عوض کردی من تو رو انکار کردم ترسیدم خداوند تو میدونی ممکنه من از دانشگاه اخراج کنن ممکنه حتی منو بگیرن خداوند من نتونستم منو ببخش خلاصی گفت همین ادامه دادم باز یه پنج ماه بعد دوباره یه سر ناهار نشسته بودیم بعد یکی دوتا از همکاران اومدن گفتن آیا استاد ما میدونیم که مسیحی شدی و از کجا می چی میگید گفت از رفتارت از گفتارت از آرامشی که داری از زبان آرومی که داری با دیگران رفتار میکنی از اینکه همیشه آمادی دیگران رو کمک کنی برای اینکه به جای اینکه بکوبی تو این قیبت ها و این هم شرکت نمی کنی. حتما مسیحی شدی، دیگه بگو دیگه بگو اعتراف کنم گفت اون موقع یه جرأت پیدا کردم تازه بهشون گفتم آره من دارم دارم رو مطالعه میکنم ببینم حقیقت چیه و ببینم تو چیه و همون رو میخوام تو زندگیم اجرا کنم اینطوری شده خداوند زندگی رو عوض میکنه ما رو از تاریکی به نور میاره و ما باید نور افشانی کنیم در این شرایط تاریک ایران ما وظیفه داریم نور افشانی کنیم اگر نکنیم به خودمون به ایران و به خود خدا خیانت کردیم سال سال نوره ما مسیحیان باید عوض شیم باید اجازه بدیم میگه بخواهید و میگه شما زمانی بیم اینو بازش کنم رومیان افسیان پنجشش میگه شما زمانی تاریکی بودید اما اکنون در خداوند نور هستید در خداوند نور هستی خودتون نیستید در خداوند نور هستید ولی ذاتتون عوض شده شما زمانی ذات شما تاریکی بود از جنس تاریکی بود و کلام خدا میگه اصلا تعجب نکنید یکی که در جنس تاریکیه کسی که خیانت میکنه کسی که دروغ میگه کسی که پشت پا میزنه کسی که وفادار نیست طبیعیه کلام خدا میگه شد. خب دنیا اینطوریه اینقدر تعجب نکن اینا در تاریکی ذات ما تاریکی بود نمیگیم اینا خود ما خود ما اینطور بودیم میگه شما زمانی ذاتتون تاریکی بود حالا ذاتتون عوض شده عزیزان ای ایمان به عیسی مسیح تغییر دین نیست تغییر ذاته مسیح نمیاد بگه حالا تا مسجد میرفتی حالا بیا با کلیسا نه این نیست حالا اسمت مسلمان بود بیا اسمت عوض کن مسیحی نه حالا بیا یه صلیب بنداز نه نه ایمان مسیحی نیست ایمان مسیحی تبدیل ذات من از تاریکی به نوره هم ذات خدا و اینو خداوند در ایمان من شروع میکنه و شروع بعد ادامه میده که کم کم این ذات مثل اینه دیگه ببین چی میگه میگه اکنون در نور هستید همچون فرزندان نور رفتار کنید بعد از اون که به مسیح ایمان میاری حالا بعد روی این قسمت سومش کار کنی خب من نور شدم حالا یاد بگیرم چه جوری طبق اون کسی که هستم نوری که در من هست حالا بعد یاد بگیرم مثل اون عمل کنم این این آیه رو حفظ کنید افسسیان 5 8 خلاصه اراده خدا برای مسیحیان و برای مسیحیان ایران به خصوص در این شرایط است که میگه شما تاریکی بودید نور شدید حالا مثل نور زندگی کنید از جنس نور شدید از جنس نور مسیح میگه من نور عالم از جنس نور شدید مثل فرزندان نور رفتار کنید یعنی چی؟ همچون فرزندان نور رفتار کنید یعنی چی؟ فرزند نور کیه؟ عیسی مسیح یا بخوای ترجمهش کنی میگه همچون عیسی مسیح رفتار کنید اصلا معنی شاگردی همینه ما میگه من شاگرد عیسی مسیح هم. خب شاگردی از استاد چی میخوای یاد بگیری؟ استاد چه کلاسی رو گذاشته؟ استاد ما عیسی مسیح کلاس فرزندی گذاشته از عیسی مسیح نور بودن و فرزند نور بودن رو یاد میگیری نگاه میکنی او چطور چه قلبی داشت چطور فکر میکرد چطور عمل میکرد منم مثل او فرزند نورم میگه شما نور عالمید پس من هم حالا مثل او عمل میکنم ما برای ما مسیحیان برای دنیا مسیح جس پوشیده هستیم میگه خدا در مسیح جس پوشید دیدنی شد مسیح باید در ما دیدنی بشه اینو باور میکنیم باور اول باید بکنی میگه آخه من زندگی من مگه با این مسائل مشکلات منم هستم آره هستی فقط بعد مثل فرزندان نور زندگی کنی اول این قدم اینه که باور کنیم مسیحیان ایران بیدار شید بیدار شو ببین و باور کن ببین تو فرزند نور هستی باور کن که هستی حالا مثل فرزند نور زندگی کن تا این زندگی خودت خانوادت و ایران عوض شه این پیغام خداست به من و به تو بیدار شو باور کن و عمل کن میگه بگذارید متا پنج میگه بگذارید نور شما بر مردم بتابد تا اعمال نیک شما دیده شود پدر شما را که در آسمان است تمجید کنم تمجید کنم معمولیت ماست بگذاریم حالا که فرزند نور هستیم بگذاریم حالا نور بتابه نورفشانی کنیم ما معمولیت داریم خیلی ساده ولی عمیقه و چیکار کنی؟ نور مسیح باید از من بیرون بیاد باید شخصیت مسیح از من بیرون بیاد از تو بیرون بیاد اینه مسیحیت اینه زندگی مسیحی اینه بقیهش مخلفاته مسیح در من امید جلال مسیح در من خداوند رو جلال میده منو میبینی جلال خداوند رو میبینی جلال میدونید یعنی چی؟ جلال یعنی این که فکر و دل و خصوصیات و اعمال خدا از من دیدنی بشه جلال یعنی دیدن جلال یعنی نور را دیدن این نور بعد از من ساته بشه از تو که ساته میشه از تو بیرون میاد مردم میبینن اون موقع تو داری خدا رو جلال میدی خیلی میگه من خدا رو جلال بر خدا من. ما مسیحان خیلی میگیم جلال بر عیسی مسیح من میخوام خداوند رو جلال بدم بهش میگم خب چه جوری میخوای جلال بدی آهان چجوری جوری جلال بدم راست میگی دعا کنم مثلا پرستش خوبه خوبه ولی کافی نیست جلال یعنی همین که شما نور عالم هستید جلال یعنی اینکه من طوری رفتارم تو رفتارت گفتارت عمل کردت لبخندت بعضی بهم میگن که شما ما از لبخند تو برکت میگیریم خدا رو شکر من نمیدونم ولی اگر هست جلال بر خداوند که حتی با یک لبخند تو میتونی به افراد روحیه بدی میدونی میتونی میدونی برو تو خیابونی همه اخمو تو یه مهربانی کنی یه لبخند به یکی بزن ببین چطور نورافشانی میکنی میتونی کار سختی نیست مسیح در ما این کار انجام میده میگه بگذارید یعنی دست ماست این آیه چی میگه شماره یک میگه بگذارید یعنی میتونید نگذارید بله خیلی از مسیحیان هستن که شاید نجات رو دارن شاید هم ندارن ادعا میکنن مسیحی هم. ولی حتی یه مسیحی هم باشه مسیحی هستن چیزی درشون نمیبینی چون نگذاشته چون نمیگذاره روح القدس در او عمل کنه برای خودش رو تسلیم نکرده میگه خدا برای منه خدا پادوی منه خدا بعد برای من یه کارایی بکنه خدا چرا این کار نکردی خدا اینو خواستم اونو خواستم خیلی همون تو همین لول تو همین سطح گیر کردیم که خداییه که فقط برای من کار کنه چیزهای خواسته های منو انجام بده خدا میگه تو دنبال ملکوت من باش همه اینا رو انجام میدم ما باید از این مرحله بگذریم از این مرحله بچگی باید بگذریم ما مسیحیان خدا بهت میده نگرانش نباش دنبال ملکوت او باش ملکوت او چیه که نور او از من و در از تو ساته بشه اینجا میگه نه بگذارید پس باید بگذاریم اجازه بدیم نور ما بر مردم پس یه چیز طبیعی و یه چیز رابطه‌ایه بعد مردم این نور رو ببینن و لمس کنن بعد میگه تا اعمال شما رو ببینن بعد پس بعد این نور ما بعد دیدنی باشه بعد لمس شدنی باشه بعد مردم بتونن اینو در صورت ما در صحبت ما در عمل کرد ما ببینن و بعد میگه هدفش چیه تمجید پسر پدر آسمانی تا بگن آها آه بله خدا رو جلال من میدونم چیزی که در تو می‌بینم، رفتاری که در تو می‌بینم، کلمات تو میدونم که خدا در تو عمل کرده. تو فرق می‌کنی. تو فرق می‌کنی. خیلی ها خیلی هستن که الان مرگ بر می یه چیز رو بگم، خداوند ما خدای محکوم کننده نیست. من واقعا احساس میکنم خداوند به مردم ایران نگاه میکنه. اونایی که حتی میگن مرگ بر مرگ بر و اعدامش میکنیم همه این آخوندار رو اعدام میکنیم تو این طرز فکر هستن خب نیت درد دارن دیگه من حس میکنم خداوند به شما میگه درد شما رو دیدم درد شما رو حس میکنم درد شما رو درک میکنم که چقدر جفا دیدید چقدر ظلم دیدید چقدر دروغ شنیدید چقدر فریب خوردید چه چیزهایی رو از دست دادید بعضیتون عزیزانتون از دست دادید بعضی آیندتون از دست دادید خداوند میگه من میبینم می درک میکنم خداوند میگه درک میکنم حتی وقتی میگی مرگبر به اون مرگبرت نگاه نمیکنم کنم به اون دل شکستت نگاه میکنم و درکت میکنم ولی خداوند میگه من خدای حیات هستم خدای نور هستم بگذار دل شکستت رو شفا بدم بذار از مرگ به حیات بیای توی که میگی زن زندگی آزادی مگه شعار زندگی نیست چرا مرگ به دنبال مرگی آیا شعار زندگی چرا دنبال زندگی نیستی من حیات و زندگی هستم من راه و راستی و حیات هستم عیسی مسیح میگه چرا نمیای زندگی رو از من بگیری چرا خودت منبعی زندگی نمیشی اگر زن زندگی میخوای چرا زندگی خودت مرده است قلب خودت مرده است امیدت مرده است چرا مرگ تو خانواده تو روابطت مرگه بیا این زندگی رو دریافت کن بیا واقعا بگو زن زندگی من برای زندگی ایستادم زندگی در خودم تو خانوادم حیات خداوند زندگی آسمانی و بعد برای کشورم میخوام و این نوری که ما داریم این عکس من خیلی دوست دارم خیلی ساده است یه نور و یه تاریکی اومده خب همین خب چیه دیگه نور اومده یوحنا یک میگه نور بر تاریکی میتابد و تا تاریکی بر او پیروز نمیشه این عکس به من اینو یادآوری میکنه که نور فقط باید بتابه نور لازم نیستش که یعنی وقتی نور میتابه قد... تاریکی قدرتی نداره ما لازم نیست به, تاریکی فوش بدیم حتی لازم نیست ما بگیم مرگ بر تاریکی وظیفه ما اول نورافشانیه. تاریکی در مقابل ما نوری که ما داریم قدرتی نداره اگر من و شما فرزندان خدا نورفشانی کنیم که باید بکنیم وظیفه تاریخی ماست هیچ قدرتی نمیتونه جلوی ما رو بگیره ما نور بر تاریکی پیروز هستش ما من اینو دیشب نوشتم با محبت ما این مسئله نور بر تاریکیه با محبت نفرت را نابود خواهیم کرد با نور راستی دروغ را نابود خواهیم کرد با نور ایمان تاریکی ترس ها را نابود خواهیم کرد با نور خوشی تاریکی غم ها را نابود خواهیم کرد با نور امید ناامیدی ها را نابود خواهیم کرد با آرامش آرامش رول قدوس صلح را میاریم و جدایی و جنگ را نابود خواهیم کرد نور که میتابه اینا نابود شده هست لازم نیست این قدم به جنگی تو فقط بدرخش خداوند کلیساش رو من و تو رو میخواد بدرخشیم امروز از امروز از این هفته شروع کن به درخشیدن اول خودت خانوادت اطرافیانت باید ببینن ببینن شخصیت مسیح رو بگذار نور تو به تابه تو هست در تو هست بگذار این هفته با همسرت رفتارت عوض شه. جوانان مثل اون جوانی که شادت دادم این هفته برو تو خونه با امانت ازشون تشکر کن یه کاری براشون بکن برای خواهرت برای برادرت یه محبتی بکن ببین چی میشه کار سختی نیست محبت کردن کار سختی نیست چون خدا محبته و این خدا این محبت رو در قلب ما گذاشته و این محبت همه رو حتی دوست و دشمن رو دوست داره ما از کجا میدونیم از کجا بدونم مسیح راهه از کجا میدونم کتاب مقدس کلام خداست همه ادعا میکنن آره همه ادعا میکنن ولی کتاب مقدس یه چیزی بگم از کجا میدونی یک دارو دو... یه دکتر درست میگه اینطوری بگم و داروی درست داره بهت میده از کجا میفهمی دکتر رو که نمیشناسی هم که تو شیمیدان نیستی که نه؟ از کجا میدونی؟ از کجا میدونی دکتر واقعا دکتر حرفاش درسته بعد این دارو هم داده واقعا میدونه میدونه از کجا؟ از همه کسانی که این دارو رو خوردن و این دکتر شفاشون داده عیسی مسیح نجات دهنده است چون منو نجات داده من از درون عوض کرده نه من هر کس هر کس که به مسیح ایمان آورده از درون عوض شه آیا این اثبات نیست که خدای ما زنده است وقتی حرفی عمل میکنه داروی عمل میکنه میگی دارو درسته وقتی دکتری شفا میده میگی کارش درسته من از غم و افسردگی آزادم کرد دل شکسته منو شفا داد مسیح این کارو میکنه مسیح بحث نمیکنه عمل میکنه بذار مسیح تو زندگی عمل کنه بیاد قلب شکسته تو شفا بده از کجا میدونی کتاب مقدس راه عیسی مسیح نجات دهنده است امتحانش کن میبینی میبینی چطور زندگی تو عوض میکنه همین امروز همین الان بگو عیسی مسیح عیسی مسیح میگه من بدون دعوت نمیام من آقام من جنتلمنم جنتلمن درو نمیشکنه میگه دزده دوزد که با زور میاد و با اسلحه میاد و مجبورت میکنه یه کاری که نمیخوای بکنی این دزده خود مسیح میگه اینا دزدن گفت من دزد نیستم من دعوت میکنم از در میام در رو میکوبم هر کی در رو باز کرد میام تو امروز خداوند داره در قلب تو میکوبه میگه میام تو بت ثابت کنم که دوست دارم ثابت بکنم که نجات دهندم ثابت کنم چون نور من تو زندگی تو همین امروز میتابه نه بعدا نه اینکه بگم برو حالا شش ماه کلیسا دو تا کلاس برداری هرچه اونام خوبه ولی اونا لازم نیست همین الان اونهایی که میخواید از تاریکی به نور بیاید ذات تاریک رو خداوند عوض میکنه من و تو نمیتونیم خیلی هستین زور زدید زور زدید عوض شید زور زدی اعتیادت ترک کنی زود زور زدی این فوش از دهنت بیفته نمیتونی عادتاتو تو نمیتونی ترک کنی چون بعد از درون عوض شی تو مطابق اون ذات درونیت داری عمل میکنی خداوند میگه بیا قلبتو عوض کنم با من دعا کنید بگید خداوند امروز من اینو میخوام تجربه کنم تو میگی که زمانی تاریکی بودید من هستم ذات من تاریکه نمیدونم یه چیزی در درون من منو به گناه و ناراستی و دروغ و فساد میکشونه بله خداوند تو درست میگی با من دعا کن این که میگم بله خداوند تو درست میگی این مساوی اعترافه کلمه اعتراف در زبان یونانی یعنی خداوند تو درست میگی با تو با تو هم, هم زبانم شما زمانی تاریکی بودید پس اونایی که میخواید امروز همین لحظه حیات تازه رو تجربه کنی بگو بگو خداوند من میدونم ذات من الان تاریکه ولی میخوام که در تو ذات من عوض شه عیسی مسیح حالا دعوت در رو زده ها در رو باز کن دیگه در رو زده نمیاد تو تو در رو باز نکنی نمیاد تو در رو باز کن بگو در قلب تو بگو عیسی مسیح وارد قلب و زندگی من شو، بگو یه دعوت ساده عیسی مسیح تو نور هستی و من تاریکی بیا در قلب من نور تو حیاته نور تو شفاست نور تو آزادیه دعا کردید اونایی که دعا کردید میدونید یه اتفاقی داره میفته در شما و این روح خداست پس دعا کن و بگو خدا رو شکر میکنم با همین دعای ساده الان احساس میکنم گرفتم مسیح جان خوش آمدی به قلبم خوش آمدی به زندگیم از امروز میخوام نور و فرزند نور باشم به من یاد بده که مثل فرزند نور زندگی کنم آمین هللویا میریم افسسیان پنج میگه که زیرا ثمره نور نیکویی پارسایی و راستی است خدا من میخواد ما زندگیمون زندگی یک فرزند خدا هر گونه نیکویی هر گونه راستی ما دروغ تظاهر نداریم ما مسیحیان پارسایی عدالت معنی بسیار وسیعی داره هم تو فکر و دلمونه هم تو اعمالمون هم تو رفتار ما ثمره نور تیرا سمره نور همه ایناست این نور در من نه زور من به خواست خداوند انجام میده افسیان 5 ده تا 11 میگه بسنجید که مایه خوشنودی خدا چیست در کارهای بی تاریکی تاریخی سهیم نشوید ما نخونده نشدیم که مثل مردم دنیا باشیم فرزندان خدا مسیحان ایران من به شما اختار میدم هوشیاری میدم هشدار میدم حواستون جمع باشه شبیه این دنیا نشید بله ما در دنیا هستیم بله ما ظلم رو نمیخوایم ما تغییر حکومت رو میخوایم ولی ما بیشتر از اینها میخوایم ما نباشه قاطی بشیم ما فکر کنیم اونا باید به ما خط بدن گرچه برایشون احترام قائلیم اونا هم خیلی کارهایی که میکنن دیگران مطابق اراده خداست اراده خدا یعنی چی خدا هم ظلم رو نمیخواد خدا هم بیعدالتی رو نمیخواد ولی خودمون رو زیر اون تو اون جعبه ای که اینها اینا تو یه جعبه هن. یه چیزایی میخوان تو جعبه ما از اینا گذشتیم نه ما خداوند ما رو گذرونده ما مسیحیان داریم ولی مغرور نیستیم آمین با بعد مثل اون رفتار کنیم بسنجید مایه خوشنودی خدا چیست با کارهای ظلمت درگیر نشید چه شخصی چه کشوری بارها و این برای من اتفاق افتاده و در نهایت من پیروز بودم بارها بعضی تو داستانای منو میدونید چه در زمانی که شبان کلیسا بودم چه بعدها مرتب بارها سختی بزرگی برای من پیش اومده کوچیک و بزرگ چه در شبکه محبت چه اینجا بوده ولی یه چیز رو من یاد گرفتم تو بحران های اینطوری وقتی به تو ظلم میکنن وقتی به تو جفا میرسونن هرمز به قلب خودت باش مواظب باش تو خطا نکنی چون اگر تو خطا نکنی خداوند برای تو میجنگه اگر تو کارت زرد نگیری خدا به تو اختار نده ببین و میخوام برات کار کنم ولی تو هم داری مثل اینا رفتار میکنی وقتی بر علیه من جلسه میذاشتن من بر علیه اونها جلسه نمیذاشتم وقتی بدگویی و غیبت میکردن من بر علیه اونا بدگویی و غیبت نمیکردم کارهای اونها رو تکرار نمیکردم این یعنی پیروزی این یعنی قدرت این یعنی پیروزی نور بر تاریکی نور باش اگر به تو داره ظلم میشه تو خانوادت نور باش اگر همسرت داره به تو ظلم میکنه نور باش ما نور بر تاریکی پیروز بشو بعد یه جمله خیلی قشنگی خدا به یادم آورد اینه میگه طوری زندگی کن تا کسی که به وجود خدا باور ندارد به باور خود شک کند هللویا اینه میگه خدایی نیست من میگم خدایی هست زندگی تو میبینه میگه شاید من دارم اشتباه میکنم واقعا هست ببین زندگیشو ببین رفتارشو ببین قدرتشو فش میشنوه فش نمیده سو سختی ها من دارم نابود میشم این ایستاده و با آرامش داره جلو میره حتما خدایی هست برخیز و درخشان شو با این میخوام تموم کنم که زمان ما مسیحیان رسیده مسیحیان ایران خداوند به مسیحیان ایران میگه زمان شماست برخیزید و درخشان شوید که نور شما آمده و الان لازمه که جلال خداوند بر تو و از طریق تو طلوع کنه الان زمانیه که خداوند میخواد این شروع کنه و این قول خودش رو برای ایران انجام بده این قول برای ما هدفه ما میدونیم ما در شبکه هفت میدونیم این را انجام خواهد شد ما به خبرهای روز گوش میکنیم ولی خبرهای روز به ما خط نمیده خداوند ما خط میده و خط داده ارمیا چلونو رو به ما داده ما ضعیف نیستیم ما قوی هستیم ما تحت تاثیر تاریکی قرار نمیگیریم تاریکی تحت تاثیر ما قرار میگیره ما سر هستیم ما دم نیستیم ما پیش میریم پس نمیریم ما درخشانیم و چون میدونیم هیچ کس هیچ قدرتی نمیتونه جلوی نور خداوند بیسته اگر خدا با ماست کیس بر علیه ما و خداوند میگه من به شما اقتداری دادم به شما قدرت دادم با شما در جاهای آس... شما در جای آسمانی با مسیح نشسته اید شما عروس مسیح با مسیح نشسته اید شما از بالا میبینید ما از بالا میبینیم عزیزانم ما مسیحیان مسئولیت بزرگی داریم در ایران کوچک نبینید نگید خب اینا دارن تظاهرات میکنن ما بریم کمک کنیم اونا خوبه ولی کوچک نبینید ما نقش بزرگی برای آینده ایران داریم چون خداوند گفته شما نقش بزرگی دارید ما بزرگ بینی نداریم جاه طلبی نداریم ما مطیع خداوندی هستیم که میگه من نقشه بزرگی برای ایران دارم نوشتشم دادم ولی از طریق شما ما بزرگ فکر میکنیم بزرگ میبینیم و بزرگ عمل میکنیم چون خدای بزرگی داریم کوچیک نمیبینیم در آیه آخر میگه که هر که به او بیشتر داده شود از او بیشتر مطالبه خواهد شد هر که مسئولیتش بیشتر باشد پاسخگویش نیز بیشتر خواهد بود اینو واقعا از ته دل حس می کنم خداوند به مسیحیان ایرانی داره میگه بیدار بشید به شما دادم شما اقتدار دارید شما با من در جای آسمانی نشستید شما میبینید شیطان داره چیکار میکنه چشمهای روحانی به شما دادم کارهای شریر رو میبینید و تازه شما میتونید جلوی شریر بیسید و کارهاش رو خراب کنید بقیه مردم نمیبینند خیلی شد در تله های شیطان میفتن دارن دروغ های شیطان رو باور میکنن خیلی این دروغ رو باور میکنن که ما همین فقط حکومت عوض همه چی درست میشه بله حکومت باید عوض چون ظلم میکنه ولی قسمت دومش نمیبینن ما میبینیم ما میبینیم که ایران وقتی عوض میشه که تک تک ما عوض شیم جامعه عوض شه نمیبینن فکر میکنن اگر مثلا قانون اساسی آمریکا رو کاتن پیست کنن بگن این بیاریم اینجا دیگه ایران بهشت میشه دموکراسی رو مثلا تو اساس بیاریم همه چی درست میشه اینو به یاد بیارید من امروز اینو گفتم جامعه ما بعد عوض شه حکومت دیر عوض خواهد شد ولی وارد اگر عوض نشیم وارد سختی بسیار بزرگی خواهیم شد ما ایرانی هم. اگر عوض نشیم تا حالا حکومت ما رو میکشتش یه زمانی ما به جون هم دیگه میفتیم اگر عوض نشیم خواست خدا اینه که عوض بشیم نور در زندگی های ما بیاد جامعه ایران از پای عوض شه از زیر عوض شه نه فقط بالا عوض شه هممون هم آدم های قبلی باشیم ما مسئولیت داریم هر که بیشتر داده بیشتر مطالبه خواهد شد خدا از تک تک ما و از کلیساش سوال میکنه میگه در این زمان تاریخی در ایران چه کردی؟ من چشم رو به تو دادم حکمت رو به تو دادم اقتدار رو دادم قدرت رو دادم نور رو به تو دادم آیا کاری که به تو گفتم کردی کلیسا بیدار شو فرزندان خداوند بلند شید سال سال نوره و ما باید اون رفشانی کنیم ما باید در آینده ایران نقش داشته باشیم مقصودم نقش نیست که حالا برید این خیلی بچگانه و سطحیه میگم نقش داشته باشید میگم اینا شما مثلا میخواد رئیس جمهور ما بشن اصلا این چه حرفا بچگانه است ما میدونیم با یه رئیس جمهور همه چی درست نمیشه خوبه رئیس جمهور خوب داشتن ولی ما عمیق و وسیع میبینیم خدا هم میگه در این شرایط چیکار کردی نور بودی منو جلال دادی من بودی برای ایران دعا میکنیم با هم دیگه میخوام این هفته بهتون تکلیف بدم و خودم هم همینطور شروع کن بگذار نوری آیه یادتونه بگذار نوری که در توست بیرون بیاد زورم نزن مسیح در تو هست با اون نوری که در توست همسرت رو محبت کن برای همسرت کاری بکن که تا حال نکردی حرفی بزن که تا حالا نکردی تشویقش کن تشکر کن یه فیلمی میدیدم حالا بعدا فیلم قدیمیه من تو دانشگاه سا 20 پنج سال پیش دانشگاه درس میدادم این فیلم رو نشون میدادم خیلی قدیمیه حالا تو شبکه هفتم نشون میدم که یه شخص ایمان میاره میاره خونه همیشه غمگین بوده شاد بچه‌شو زنش نگاه میکنم چی شده چرا اینطوری هستی تو میخوام طوری رفتار کنید که همسرت بگه چی شده کاری که نمیکردی رو بکن برای بچه‌هات بچه ها برای پدر مادراتون برای دوستات حتی برای غریبه تو خیابون میری نور باش کاری بکن که دیگران نمیکنن محبتی بکن همیشه مالی نیست اگه مالیه که چقدر خوب با یه لبخند میدونی میتونی دیگران رو برکت بدی با یه تعریف یه چیز خوبی پیدا کنی میتونی دیگران رو بلند کنی تشویق کنی این تکلیف ماست این هفته شروع کن نورفشانی اول از اطراف خودت و کسانی که خدا به اطراف تو آوردن خداوند به نام عیسی مسیح دعا میکنم در نام عیسی مسیح خداوند من ما دل ما از اتفاقات ایران از خبرهای مرگ از ظلم خداوند دل ما مثل دل تو خداوند به درد میاد ولی در این حال خداوند تو رو شکر میکنیم و خوشنودیم که آینده ایران نیکوست دل سرد نمیشیم ول نمیکنیم. کنیم خداوند کلیسا و فرزندان خود در ایران بیدار کن اول از من این ایمان رو خداوند امروز میگه که آیا باور داری تو میتونی نور باشی خداوند میگه باور کن اولش اینه که باور کنی بله به ضعفات نگاه میکنی میگی من ناخه ضعیفم من تو وسوسه ها میفتم من اون شادی رو ندارم من رو نداشته نگاه نکن بگو روح القدس روح خدا تو نور در منی اول در من بتاب از درون من عوض کن و از طریق من این نور این نورتون تکلیف این هفته تون اینه ازتون میخوام این هفته نورافشانی کنی چه در خونه چه در خیابان آمین